سلام علی شیرازی هستم و این برنامه سهشنبه هفته همه دی ماه بررسی روزنامه هاست افزایش فشار بر تیم مذاکره کننده هستهی و شایعه بازگشت این پرونده به شورای عالی امنیت ملی ادامه واکنش ها به سخنان علی متحری و دستگیری بابک زنجانی نظر مدهان درباره حادثه تیراندازی یک مدده به اتومبیل زوج جوانی در اتوبان بابایی و نحوه پرداخت یارانه ها از موضوعاتی است که روزنامه ها امروز با آن پرداختند. روزنامه ابتکار در تیتر یک امروز ضمن انتشار گزارشی درباره جدال برای نظارت بر تیم هسته پرسیده آیا دولت دخالت مجلس را میپذیرد؟ به این روزنامه در حالی که از هفته های گذشته برخی از نمایندگان مجلس موضوع نظارت مرج... مجلس بر فعالیت های تیم مذاکره کننده هسته ای را مطرح کرده بودند اما روز دوشنبه این موضوع یک بار دیگر در کانون خبرها قرار گرفت و ابتدا به نقل از حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفته شد که وزارت خارجه حضور هیئت ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای را نپذیرفته اما ساعتی بعد حسام الدین آشنا در گفتگو با ایسنا چنین اظهاراتی را تکذیب کرد. روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه موضوع تشکیل تیمی برای نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته ای اولین بار هفته پیش از سوی اسماعیل کوسری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نماینده فعلی تهران در مجلس اعلام شد نوشته پس از آن ابراهیم آقا محمدی دیگر نماینده مجلس در این باره اظهار کرد که تیم یاد شده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد به گفته ابراهیم آقا محمدی اعضای این تیم چهار یا پنج نفر هستند که تیم هستهی جمهوری اسلامی مذاکرات را با نظرات آنها دنبال می کند و قرار نبوده خبر وجود چنین تیمی در شورای عالی امنیت ملی افشا شود. روزنامه ابتکار همچنین نوشته به نظر می رسد که خاست برخی از افراد و گروه ها برای حضور در تیم مذاکره کننده تمرکز اعضای این گروه را بر هم خواهد زد و چالش هایی را در فضای داخلی برای مذاکره کنندگان به وجود خواهد آورد. روزنامه شرق نیز در تیتری یک امروز با اشاره به انتشار خبرهای متناقض از فشار تبلیغاتی بر تیم هسته‌ای گزارش داده و نوشته هفت نامه 9 دی مدعی شده که مدیریت پرونده ای از وزارت خارجه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی بازگشته. به نوشته روزنامه شرق هفت نامه اصولگرای 9 دی هیچ مستندی برای این خبر منتشر نکرده اما تاکید داره که اشتباهات پی در پی تیم مذاکره کننده منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای عالی امنیت ملی شده. روزنامه شرق همچنین گزارش داده هفته نامه که با مدیر مسئولی حمید رسایی منتشر می شود نوشته که در پی آشکار شدن ضعف متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو رهبر جمهوری اسلامی در تذکری به دولت آقای روحانی خواستار تقویت تیم مذاکرات شده این روزنامه همچنین به اظهارات منتشر شده از احمد بخشای شهردستانی در برخی سایت های اینترنتی اشاره کرده که از قول این عضو کمیسیون امنیت مجلس خبر داده تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواست رهبری است احمد بخش شهردستانی در گفتگو با روزنامه شرق به طور ضمنی این اظهارات رو تایید کرده و گفته خبر نقش شده از او به اشتباه منتشر شده و منظورش مقامات عالی نظام بوده یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگو با روزنامه شرق ادعای نشریه نوه دی را رد کرده و آن را غیر واقعی و جنجال رسانه‌ای خوانده همزمان صادق زیبا کلام در سرمقاله روزنامه شرق ضمن انتقاد از فشار بر دیپلومات های در دو جبه پرسیده جنگ روانی که برخی جریانات علیه تیم مذاکره کننده هستهی به وجود آوردن چه توجیهی دارد؟ صادق زیبا کلام با اشاره به انتشار اخبار متناقض از سوی اصولگرایان علیه تیم مذاکره کننده هستهی در دولت روحانی نوشته آنچه از معزگیری اقلیت منتقد حاصل می شود آن است که می خواهند هر طور شده جلوی موفقیت و پیشرفت مذاکرات ژنو را بگیرند. سر نویس روزنامه شرق در این حال نوشته اگر واقعا قرار است روی کرد دوران احمدی نژاد تکرار شود که ما برنامه هسته را با سرعت و شرایطی که خودمان می خواهیم به جلو خواهیم برد و غربی ها هم هر تحریمی می خواهند اعمال کنند و هر قطنامه می خواهند صادر کنند این سیاست هم رسما می تواند اعلام شود و نیازی به خبرسازی نامستند و غیر رسمی نیست. صادق زیبا کلام همزمان از محافظ کاری و دست به اصا بودن وزارت خارجه در دولت روحانی انتقاد کرده و نوشته تلخان است که همانقدر که جریان منتقد تیم دیپلماسی فعلی حالت تهاجمی دارد وزارت خارجه انعطاف و خرج می داد. اما شاید اگر وزارت خارجه با قاطعیت بیشتری به این ادعاها واکنش نشان می داد، این جریان اقلیت این میزان جری نمی شدن. اما روزنامه شهروند نوشته یک هفته پس از انتشار خبر بازداشت بابک زنجانی و در حالی که روز گذشته سخنگوی قوه قضایی از احتمال فرار به عنوان دلیل بازداشت این متهم بزرگ اقتصادی سخن گفت برخی از محافل خاص همچنان با سیاست یکی به نل و یکی به میخ سعی دارند تا روایتی نزدیک به ادعاهای بابک زنجانی و حامیانش را تکرار کنند. طرف آنکه روزنامه کیهان درباره بازداشت و محاکمه بابک زنجانی هشدار داده که باید مراقب بود فتنگران حامی تحریم ها پوست خربزه زیر پای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها را از دولت سلب نکنند. به نظر شهروند معنای سخن روزنامه کیهان این است که احتمالا مهره نظیر بابک زنجانی قدرت مانور بخش خصوصی در دور زدن تحریم ها به حساب می آیند. و حذف آنها به منزله پوست خربازه فتنگران زیر پای دولت تلقی خواهد شد احتمال دومی هم که کیهان مطرح می کند حسف این مهره ها با هدف دست پیدا کردن مافیاهای رقیب زنجانی به انحصارهای اقتصادی است شهروند در نهایت نوشته این نکاتی است که هفته گذشته و بعد از بازداشت بابک زنجانی هم بارها از سوی گرداننده صفحه فیسبوک او و همچنین سایت های خبری وابسته به تیم رسانه احمدی نژاد و مشاهی مورد اشاره قرار گرفت در همین حال شایان حسین نجات هم بازداشت بابک زنجانی را در صفحه تنزانه روزنامه قانون به تنز کشیده و نوشته همانطور که میدانید بزه میلیاردر معروف در بازداشت به سر میبره و همه دوست دارند بدانند که شرایط نگهداری او در زندان چگونه است یکی از مسئولان که خودش را منبع آگاه معرفی کرد گفت شرایط محل نگهداری میلیاردر زندانی مانند همه زندانیان انفرادی در یک اتاق دوازده متری و یک چشمه است که برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید ای بابا ما این همه درخواست آب داشتیم و حالا برای میلیاردر معروف چشمه خصوصی در نظر گرفتند که هر وقت نیاز داشت از آبش بخورد و مشکلی برایش به وجود نیاید اصلا همین را که فهمیدیم بی خیال منابع آگاه شدیم و رفتیم سراغ منابع ناآگاه در همین راستا یک منبع ناآگاه گفت بیزه اولین بارش نیست که به زندان میرود و دفعه اول بدون اینکه خوابی را تعبیر کند تبدیل به عزیز ایران شد حالا شلوار شیرازی پوشیده و دور بند میچرخد و هر کسی که پر روبازی در بیاورد را آویزان میکند و پوستش را میکند و برای تولید چرم به کشورهای همسایه صادر میکند همین منبع ناآگاه اشاره کرد البته روایت دیگری وجود دارد که میگوید راننده رئیس زندان شده و صبح قبل از خروزخان رئیس را میآورد و شب بعد از بوغ سگ رئیس را برمیگرداند بین این زمان نیست که رئیس با او کاری ندارد به مسافرکشی مشغول است تا حقوق ماهانه 29 میلیارد تومان کارمندان و کارگرانش را عقب نیندازد یک منبع آب نیز گفت بزه تبدیل به مسئول خرید زندان شده و حتی درآمدش بیشتر از قبل است و اصلا دوست ندارد از زندان خارج شود یک منبع فیسبوک نیز اشاره کرد خودم دیدم که شلوار سفید پوشیده بود و حرکات منشوری ترکمنی انجام میداد و شاباش میگرفت. در اینجا که منابع تمام شده بودن یکی از بشگاه های زخایر نفتی گفت بزه سفارش ساخت یک باب زندان در کنار دریا را داده و اگر همین روزها دیدید خواننده های زیرزمینی دستگیر شدند بدانید سفارش موسیقی زنده داده است در ضمن از امروز دست به اعتصاب غذا زده و جز جوجه کباب و چنجه چیز دیگری نمیخورد البته از آنجایی که ما دلمان کوچک است و طاقت زندانی شدن کسی را نداریم آن هم کسی که وسیقه ندارد که آزاد شود اعلام میکنیم کاری به حکم نداریم که حکم روی کاغذ مال محکمه است حتی حکم دویست هزار تومانی گر ریزان میکنیم برای کسی که آزاد شد از این چهار دیواری که همه دنیا چهار دیواریه البته چند تا هواپیما و, و یک سری بانک و کلی شرکت هم کنارش هست که یه چش گاوه یه مرد که واسه جیبش کلی پول،, کلی پول تدارک دیده وجدانش بالاتر از این پول هاست که نفتیه سلامتی باغبونی که ته باغ رو دیده سلامتی میدون آزادی سلامتی زندون ها... زندونی های پرملاقاتی و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران ایران اختلاف بر سر سوال و احضار وزرا فروکش کرد پاسخ مثبت مجلس به پیام رئیس جمهوری ابرار هوای پایتخت در آستانه هشدار قرار گرفت رسالت رئیس کل بانک مرکزی قیمت ارز در بازار کاهش می‌یابد اطلاعات حیعت های پارلمانی اروپا در انتظار سفر به ایران جوان، اجهی، توهین جز به وظایف نمایندگی نیست کیهان، نقش سازمان حمایت از مصرف کننده در افزایش قیمت کالاها دنیای اقتصاد گزارش دادستان کل کشور از پرونده بابک زنجانی روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز با تیتر مجلس باید مدرس پرور باشد مقام های قوه قضایی را برای اعلام جرم علیه علی متحری آن هم به اتهام انتقاد از قوه قضایی در نطق میان دستور مورد نکوهش قرار داده و نوشته قطعا تحت تعقیب قرار دادن این نماینده مجلس وجهه قانونی ندارد و جامعه را دچار التهاب خواهد کرد سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی با استناد به اصولی از قانون اساسی نوشته تمامی این اصول تاکید دارند که نمایندگان مجلس در اظهار نظرهایشان در مقام نمایندگی مردم محدود به طرحها و لوایح مطروحه و یا موضوعات خاصی نیستند و می توانند در تمام مسائل اهم از داخلی و خارجی اظهار نظر نمایند و نکته مهمتر این که همین است بر مسئولیت نمایندگان مجلس در برابر تمام ملت تأکید دارد و این وظیفه را به مکان خاص یا جمع خاصی محدود نمی کند روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده آنچه این روزها درباره علی متحری مطرح است از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی است که بر اساس آنچه قانون اساسی مقرر داشته از حق نمایندگی خود استفاده کرده و به وظیفه قانونی خود عمل کرده و سخنان این نماینده مجلس به هیچ وجه به مفهوم ناسالح بودن کلیه قضات و کارکنان قوه قضاییه نیست این روزنامه نوشته مسئولان قوه قضایی اگر بخواهند به قانون اساسی عمل نمایند باید از سخنان علی متحری استقبال کنند و با صدور بیانیه ای ضمن تشکر از وی برای بر تعهد خود نسبت به انجام وظایف قانونی و جبران قصورها تاکید کنند و قطعا تحت تعقیب قرار دادن این نماینده مجلس به هیچ وجه وش وجه قانونی ندارد و جامعه را دچار التهاب خواهد کرد روزنامه آرمان اما نظر چهارده تن از مدداهان سرشناس درباره تیراندازی محمود کریمی مدداه سرشناس با خود را یک زوج جوان در تهران را منتشر کرده اغلب این چهارده مدداه از جمله مدداهانی چون یدالله بهداشت، علی آینچی، جواد هاشمی، جواد حیدری و سلیم معزنزاده تأکید کردند که اطلاعی از موضوع تیراندازی محمود کریمی ندارند و خود نیز اسلحه ندارند سلیم معزنزاده با انتقاد زمینی از حمل سلاح و تیراندازی از سوی محمود کریمی گفته مدداه که نباید سلاح داشته باشه من هم مدداه هستم احمد صالحی خانساری یکی دیگر از مدده ها نیز با تاکید بر اینکه از جزئیات این حادثه خبر ندارد گفته در این کشور امن اسلحه کشی باستاب با خوبی ندارد آقای کریمی رفیق من است اما باستاب با این حرکات خوب نیست ولو اینکه مجوز داشته باشد ناصر موسوی لارگانی در مقاله در روزنامه تهران امروز نوشته دولت روحانی از روز اولی که کارش را شروع کرده در مورد منابع یارانه ها و نحوه اجرای آن پیام های متفاوتی را به جامعه فرستاده که به نظر میرسد ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور نباشد و مجموع دستگاه های کشور را در مورد یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی کشور دچار سردرگمی می به نوشته این نماینده مجلس دولت مردان جدید در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایرادهای جدی به دولت قبل می که حقیقتا هم برخی از این ایرادها بجاست اما متاسفانه ما شاهد هستیم دولت جدید هم همان روش را استفاده می کند و نشانه ای از عزم جدی برای تغییر این روی کرد دیده نمی شود. نکته مهمتر هم در مورد منابع پرداخت نقدی یارانه هاست در همین ها سعید لیلاز در مقاله در روزنامه اعتماد به سناریوهای هدفمندی یارانه ها پرداخته و نوشته چیزی که به عنوان هدفمندی مطرح می شود نه در قانون و نه به طریق اولا در اجرای هدفمندی نبوده این یک نوع تبدیل منابع نفتی و ارزی کشور به ریال و دادن ریال به مردم بود آن چیزی که روح هدفمندی یارانه ها را تشکیل میداد در برنامه چهارم توسعه توسط دولت خاتمی گنجانده شده و مورد تصویب مجلس مجلس وقت و تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما وقتی رئیس دولت نهم اعلام کرد که این برنامه را اجرا نمی کند ببخشید و اجرا هم نکرد هیچ کس به این قضیه اعتراضی نداشت و حتی توصیه هم نکرد که قانون را لغو کنید و قانون دیگری به جای آن به تصویب برسانید این اقتصاددان تاکید کرده که حالا اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندی یارانه ها یارانه اخشار کم درآمد را فقط و فقط از محل آزادسازی قیمت همه حامل های انرژی افزایش دهد حال هر مقداری از این قیمت باشد قانع کننده است چون به طبع آن به همان مقدار سم و آلودگی هوا و ترافیک کمتری تولید می شود. فقط به شرطی که از محل افزایش های حاصل از افزایش قیمت های حامل های انرژی باشد، نه چیز دیگری. نویسنده مقاله اعتماد با حذف سه دهک بالا درآمدی از فهرست یاران بگیران مخالفت کرده و نوشته برنامه ریزی برای این حذف اولا سخت است بعد تلاطمی ایجاد می کند و دست آخر رفاقت و پیوند این سه که 20 میلیون نفر از جامعه ایران را تشکیل می با دولت قطع یا تضعیف خواهد شد و یک حالت خودی و غیر خودی به اقتصاد کشور می دهد. اما آیدین سیارسری در روزنامه قانون گفتگوی تنزی انجام داده با مردی که بیشترین یارانه را میگیره با این عنوان احمدی نژاد ما را تهیج میکرد در خبرها خواندیم قاسم علی لویی قیورمردی که به تنهایی و حالا نمیگوییم بدون دخالت دست اما بدون هیچ کمکی توانسته صاحب 19 فرزند شود حالا از مسئولان کمک خواسته و آنها را تهدید کرده که اگر وضع مالی سر و سامان پیدا نکند از ادامه تحصیل فرزندانش جلوگیری می کند. به همین بهانه با این تولید کننده برتر کشور گپی زدیم و به گفتگو نشستیم. آقا قاسم سلام اینجا چی کار میکنی؟ قاسم کجا باید باشم؟ شما الان باید روی دوچرخه در حال رکاب زدن توی دشت و صحرا باشی؟ قاسم نه بابا اون یک حیاهوی رسانه بیش نبود میشه به ما بگی چجوری 19 تا بچه آوردی؟ قاسم با دعای خیر مردم و تلاش مسئولان نه جدی قاسم نشون بدم؟ نه قربونت قاسم نه بذار نشون بدم قاسم با شتاب از جاش بلند میشه ما دستش رو میگیریم و قسمش میدیم قاسم با قدرت دست ما رو میگیره و با چشمانی پر از شور و امید به ما نزدیک میشه ما وحشت زده به دیوار میچسبیم او از تاخچه با پشت سر ما تابلوی عکس را بر میدارد و مینشیند قاسم چرا عرق کردی عکس بچه ها رو میخواستم نشونت بدم آهان ولی لحظات سختی بود قاسم به عنوان سوال بعدی اگر اون بیلبورد هایی که ما دیدیم درست باشه الان شما نباید مشکل مالی چندانی داشته باشین همینطوره قاسم اتفاقا ما مشکل مالی داریم هشت سال تمام آقای احمدی نژاد به ما جو میداد و میگفت یارانه ها سه برابر میشه ما هم شهرستانی ساده تهیج میشدیم و شبانه روز کار میکردیم ولی بعدا گفتن همین یارانه رو هم نمیدیم مگه بچه ها کار نمیکنن قاسم نه بابا بیکارن فقط پنجتاشون تاشون قالیباف هستن به جای این پنجتا تا قالیباف اگه یه بابک زنجانی داشتی الان وضعیت نبود قاسم اتفاقا خیلی به خانوم گفتم موقع بارداری چیزهای مقوی بخور که بچه ویژه خار در بیاد گوش نکرد حالا خدا رو شکر کن که پنج تا قالیباف داری اگه به جای قالیباف پنج تا محسن رضای میرقائد داشتی که هر چهار سال باید هزینه انتخاباتشون رو هم میدادی قاسم خدا رو شکر شنیدی مسئولان را تهدید کردی که نمیذارم بچه ها درس بخونن قاسم خیلی محکم بله ولی کور خوندی مسئولان ما آگاهتر از این حرف ها هستن قاسم یعنی کمک نمیکنن البته مسئولان ما چیزی ندارن که بخوام به تو کمک کنم. قدیم ما یه کارت هدیه می گرفتن که اونم پخش میکردن بین امثال من و تو منظورم اینه که مسئولان این تهدیدهای تو رو تبدیل به فرصت میکنن قاسم چطوری؟ ببین تو اگه بچه رو بفرسی مدرسه میان ازت فیلم میگیرن که فرزند زیاد مانع تحصیل نیست اگه بچه رو نفرسی مدرسه دو راه داری یا باید بیاری پیش خودت که سر زمین کار کنن در این صورت مسئولان میان ازت فیلم میگیرن و با عنوان خانواده شاد و با نشاط 19 نفری واسه ملت پخش میکنن یا مجبوری برای کم شدن نونخورها یکی یکی بفرستیشون خونه بخت که در این حالت هم تو یک شکست خورده ای چون میان ازت فیلم میگیرن و میگن قاسم با آوردن 19 فرزند و فراهم آوردن ازدواج زود هنگام آنها بار دیگر بر عقیده کسانی که تحت تاثیر القاعات غرب میگویند به دلیل مشکلات مالی نمیتوان ازدواج, کن... ازدواج کنیم خط بطلان میکشن قاسم دهانش از این حجم زیرکی مسئولان عین کروکودیل باز مونده بود و همینجور ما رو نگاه میکرد تا اینکه همسرش زیرزیرکی به حرفهای ما خندید قاسم که از عقیم ماندن تهدیدش عصبانی شده بود نگاهش را از ما برگرداند و به همسرش چشم قره رفت ما که دیدیم اوضاع وخیمه زود خداحافظی کردیم و به دفتر روزنامه برگشتیم تا گزارشی دیگر فرزندآور باشید و دیگران را هم اعنه چی میگفتن؟ آهان شاد باشید و دیگران را هم شاد کنید به سراغ کارتون های انتخابی امروز میریم کارتون علیرضا پاک دل در روزنامه اعتماد کارتون دیگر عل... از علیرضا پاکدل در روزنامه جام جم کارتونی از حمید صوفی در خبرگزاری ایسنا محمد رضا شاه ولد روزنامه قانون علی کاشی مردم سالاری کارتون آروین در روزنامه شرق کارتون رضا جنگی در جهان صنعت کارتونی از مانان استانی و در پایان کارتون سعید صادقی در روزنامه آر این بود بررسی روزنامه های سهشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه برای دیدن این برنامه و همچنین آرشیو برنامه های بررسی روزنامه میتونید به صفحه فیسبوک این برنامه با آدرس facebook.com مرور مطبوعات سری بزنید ضمنا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم در مورد این برنامه میتونید در همین صفحه با ما در میون بذارید تا فردا ایام بکام شب روزتان خوش